میکنم آقا اگه پاش بیفته تخت گاز میرم تو شکمشون. عادیه؟ کی گفته عادیه؟ اینجا هیچی عادی نیست، مثل مور و ملخ ریختن جلو دروازه. دورو برم جاده هم هستن. چشم آقا بذاره بینم گندشون کیه. چشم سلام عزیز خان. آقا من ساعت 7 صبح اینجا. اینا خون جلو چشاشونو گرفته، میگن نمیذاریم اینجا دیوار بکشیم. اینا سلام. سلام. چی میخوام؟ جاده میخوام. از وسط زمین آقا یه جاده رد میشه، میگن نمیذاریم اینجا دیوار بکشیم. مگه شهر هرته؟ با شورای روستا اومدن غفور حبیبی رو از زیر دست و پای جمعیت کشیدن بیرون. سین آقا مصطفی کجاست؟ داره میگیرتش. حاجی مردم بعد گوری شاکی هنو. آخه بیم آقا مصطفی کجاست؟ حاجی اینا گرخیدن هم قریبه که تب بدارن. اگه مشکل جاده است باشه، مشکل نداره که ما از کنار زمین یه را بهشون میدیم. آخه به خاطر 4 تا قزن فقرتی یه پروژه این بزرگی خراب میکنن. اینا میخوان از همین جایی که ما میخوایم دروازه بذاریم رد شن. خب چرا؟ به خاطر اینکه قبلا جاده بوده. جب گیری کردیم ما. مگه جناب فرنگ نگفتش که من مأمور میفرستم جمع و جورشون کنه اینا رو؟ انشالله درست میشه. حاجی نیان خفتمون کنه. تو یکم ساکت باش. الو سلام صدیقه. خوبم بابا. ببین مصطفی گوشی باز نمیکنه. عزیزم زود بهش زنگ بزن بگو با من فوری تماس بگیره. آره بابا خیلی مهمه. ببین مردم فهمیدن که ما میام سرزمین همشون ریختن اینجا. آره، نه دیگه این بده. نماینده سرمایه‌گذارا تو راهن. آره بابا، خب خداحافظ. عزیز خان، اینو بگم ها. اینا همش زیر سر این پرویز ولی بیگیه. Thank you.
بذار واسه فردا، غروب نشده اینا همه میرن. تو یه خورده صبر کن، من آسته آسته جمعش میکنم. اگه وقت داشتم اصرار نمی‌کردم. 7-8 نفر لبزت منتظر ما هستن. باز قبل یه هماهنگی می‌کردی خب. بابا من نمی‌دونستم که بعد از 5 سال دود از کنده بلند بشه. همیشه دود از کنده بلند میشه. بفهمم. پرویز. بیا. پرویز این چه بساطیه را انداختی؟ به من چه ربطی داره؟ مردم جمع شدن حقشونو بگیرن. 5 سال این دروازه بسته است. نه کسی میره نه کسی میاد. حالا چطور یهو جاده گبنی واسه همه مهم شده؟ مردم میگن این آقا میخواد کارخونه‌شو علم کنه. بسازه. خب؟ کارخونه‌شو علم کنه فاتحه جاده گبنی خونده است. تو که تحصیل کرده ای پرویز. این آقا میخواد کار ایجاد کنه. میخواد واسه جوونا شغل بسازه. اصلا تو پسرت کار پیدا کرد؟ نه هنوز. خیلی خوب. این آقا قول میده بذارش سر کار، اصلا بیاد بشه نگهبان همین کارخونه. پسرش قلچماقه، من دیدمش، خوبه. بگو اینا جمع کنن برن. به من چه ربطی داره جناب سرهنگ؟ برو. زدن آدم این بند خدا رو له و لبردش کردن. کیا بودن؟ من از کجا باید بشناسمش؟ میگن با یکی از اهالی تصادف کرده. این رسمه؟ یکی یکی زیر کنه مردم بریزن له و لبردش کنن، این درسته؟ بومی که این کارو نمیکنه جناب سرهنگ. این شهریان که بلند میشن برای تفریح میان اینجا، جون اهالی رو به خطر میندازن. پرویز اختشاش نکن، جرمش سنگینه ها. اگه شما با هم مشکلی دارین خب شکایت بنویس. اصلا ما ستا فردا میشینیم با شورای محل مسئله یه جوری حل میکنیم. خوبه؟ فهمیدی؟ فهمیدی؟ ببخشتم سرهنگ. ببینم برادر شما اصغر آقا نیست که قبل از انقلاب رفت آمریکا؟ چرا خودشه. پوران خانم همشیره شما نیست؟ چرا خواهرمه. خب زن داداش منه. میدونم خانم من خواهر آقا محمد رضا باغداریه. میشناسین که بالا تپه ها؟ میشناسم. خب میشناسم عزیزم. فامیل با فامیل این برنامه ها رو پیاده نمیکنه. من به اینا فرمون ندادم بیان، ولی حالا اگه تو دوست داشته باشی بهشون میگم برن. بهش بگو برن. باش میگم برن. حالا رفاقتمون چجوری میشه؟ ببینم این باغ زرد گردو را به نامت بکنم چی؟ مختاری؟ پسرت هم میذارم سرکار. اونم باش. دیگه چی؟ دور جاده گونی دیوار نکش. استغفرالله. لا اله الا الله. ببینم از کنار این زمین یه راه بهتون بدم چی؟ نه مستقیم از همینجا. وعده سرخرمن بدم بهت خوبه؟ مختاری؟ حالا 7-10 نفر مهمون داریم، بیان. کسی با مهمون کاری نداره. قدمشون رو چشمون. بگو بیان. الو صدیق جان. سلام بابا. مصطفی چی شد؟ گوشیش خاموشه. باشه باشه خداحافظ.
الو یحیی جان، تو میگی وضعیت زنی وخیم نیست؟ الو، نه خوبم. ببین یحیی، من فقط امشب و مهلت میخوام. فردا اول وقت میام اونجا خودم رو معرفی میکنم. تو ببین من چه میگم یحیی جان، ماشین رو گذاشتم یه گوشه. سعید، سعید لنجه زهری بلند شو بینم. مگه تو کلاس نداره؟ نه، امروز چهارشنبه است. مادرت زنگ نزد؟ چرا؟ دیشب ساعت 12 اینا بود، همین زنگ زد گفت امروز جواب آزمایشش میاد. شما چیکار میکنی؟ نمیری؟ آخر هفته دادن ویزا بگیرن. سویچی ماشینت بده ببینم. آموناش تو جیب کتم داشتم. الو مصطفی جان، تو کجایی بابا؟ خوب خوب، خسته نباشه. کی میری خونه؟ من شب میام، باهات کار دارم. مگه الان تو کجا هستی؟ بله بله، خداحافظ خداحافظ. آقا بیا برو، من میخوام پارک کنم، مزاحمش شما نیستم. بیا بوق نزنید، بیا برو دیگه، این وقت بازه. حقوق بشر اومد زمستون لبه بوم گفت سلام برحمه کن. درست میشه آجی؟ آره درست میشه. سرد شده، بذار یکی دیگه برات بریزم. اگه این احمد آقای پول ما رو لازم نداره بگو پسش بده. به صلاح نیست حاجی.
این بیچاره ماه به ما داره سود شرکتمونو میده. فلان رضا این قبر که بالاش یخ پاره میکنه توش کسی نیستا. این احمد آقای واسط رفیق نمیشه ها. چه رفاقتی حاجی؟ رفاقت نباشه شراکت چه هست؟ به ارواح خاک مادرم اگه بگی سن نارش به من نمیماسه. این احمد آقای چه سرسیری با این مرتکه مفنگی داره ها؟ کی؟ دکتر معاف؟ معافه سردسته سرمایه گذار. چه میدونم آجی؟ چه میدونه ها؟ داغه ها بده داغه؟ سختی؟ خوزن گذاش کاغذ ها را دو ساعت ما سر کاره. گفتم که درست میشه. اینو چی میگم به خاطر اینکه باهات نداره. پسر جان جلو این آدمای دهلق اگر پلک بزنی صداش تا کوه کاف میری. این دسته را میبینی؟ من کارگرم. هنوز چرچ روغن سوخته لای درزشه. تو چرا با اونو ذوب شدی؟ به خدا اینطوری نیست حاجی. پس چطوریه؟ هیچ کدوم اینا نمیخوام پول بیارن. اینا اگه پول نیارن سرمایه گذار خارجی جلو نمیان. تازه اصلا گیریم که پولمون از احمد آقایی بگیریم. اون موقع میتونیم قد پول اونا بیاریم؟ به کجاش میرسه آخه؟ تو هیچیت نبسته آقل احمد آقایی؟ احمد 2% از پولی که گرفته. ما سر سفره شما بزرگ شدم آجی. به خدا اگه من سند رو قایم کردم فقط به خاطر این بود که فردا زایه نشیم. لا اله الا الله استغفر الله. ما حالا با آقا داریم بیم اونجا دیگه. آره شما بمون. میدونم میدونم آخه نمیشه. خیلی مهمه مهندس جان. نه 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 ما فردا قرارداد مهم داریم. گوشی یل هست. الو سلام آقای فرامرزه. خیلی ممنون. ببین اگه اجازه بدیم ما یه توکپا میام خدمت شما. آره امروز سرنوشت با بلو تو شما بستگی داره. بله بله یه رو تیبان خدمت شما هستیم. قربانت برم خداحافظ. عزیز خان نمیشه. الان همه تقاضانامه ها داره میره سرپرستی، قیمت گذاری، کارشناسی. اصلا صدور ضمانتنامه بانکی یه روزه غیر ممکنه. آقای فرامرزه ما از جناب عالی کار نشدنه نخواستیم. خدا نشده نخواستیم کار خلاف انجام بدید. ما با شرکت اسلو یه قرارداد داره. خواستیم اون قرارداد باطل کنید، وثیقه‌شو بذارید روی این ضمانتنامه. خب الان طرف قرارداد شما تو شرکت ایسلو باید موافق باشن. موافقن. میدونی چرا؟ به خاطر که اون شرکت مال خودمونه. اونم قراردادش همین 8 تومنه؟ 8.5. خب اونو که میدونم. این چقدره؟ این 5 تومن. 5,410,000,000. خب این چطور میشه؟ آقای فرامرزه شما از اختیارات خودتون استفاده کنید. نمیشه عزیز خان. گیر میدن. دیگر نمیدن دیگه. میدونی چرا؟ اون مرچ 2 سال پیش کارشناسه شده. 2 سال پیش 3 تومن بود متره. الان شده 8 تومن. این ضمانتنامه تا 10 تومن انجا داره. بلند شو. بلند شو. اون بسایل استوره وردار بیار. من زورش کنم. الو. سلام گردش. چه فحوال حالا یخت شدی؟ دا بیزیم تلفنموزا جواب برمیسن بیزی تانمسان دا. نمیشه مرادی چون بیتی گفته بودم یک کارش بکندی میبینی که گیر داده. بله من الان گوشنه بیرم از این اندانش یا صحبت کن. کیه؟ صحبت کن. سلام علیکم. بفرمایید. سلام قربان. ارادتمندم. بله بله چشم مطمئن باشید هر کاری از دستم بر بیاد مزایقه نمی کنم. ارادتمند قربان شما. خداحافظ شما. خداحافظ
خواستم یه دلگرمه بهت بدم. حالا بلند شو دفتر دسترسش تو آماده کن. فردا آقا مصطفی میاد میدی امضا میکنه. آقا مصطفی داماد منه. مدیر عامل شرکت ماست. خیلی خوب. من یه مقدار سفته میدم بابت مابقی ارزش ضمانتنامه ها که ایشون امضا کنه. البته عزیز خان دو نفر ضامنم باید پشتش امضا کنن ها. که فردا دیگه گیر و گرفتار بانک نشی. مراده. ضمانت واره بابا. چشم. الو سلام بابا خوبید؟ الان اونجا ساعت چنده؟ بعد موقع زنگ نزدم که. حال مادرت چطوره؟ پسرم مواظب مادرت باشا. خودت خوبی؟ وضعیت دانشگاه چطوره؟ ببین پسرم گناه کنارت ها. من همیشه ازت انتظار دارم که نماز واجبات رعایت کنه. بارکالله پسرم. گوشه رو بده مادرت. الو سلام منیجر حالا یخصده منیجر دهتوره جدید عزیزم جد دهتوره من سنه زهفر را ها ها خداحافظ خداحافظ ببین من شنبه میرم استرالیا شما برنامه تون از 25 به اونور بذارید. آره آره. حتما سلام برسونید. خیلی ممنون. خدا لاغر شدی عزیز. دیگه توی سن سال کلسترول، اوره، هزار نوع درد مرض میاد سراغ آدم کمال. باید چیکار باید بکنه؟ فقط رژیم. رژیم. آفرین. فقط رژیم. کجایی تو؟ دیر شده؟ چی کار میکنی؟ شکر خدا، شما چی کار میکنی؟ همین همین؟ ببینم شما شما با این داردسته دوستان چجور را میانید؟ برگشون تو هم گرفتاره؟ برگشون؟ نامردن، فرصت طلبن قراردادشون همینطوریه از تعلل طرف استفاده میکنن تعلل؟ تقصیر خودته انقدر دست دست کردی ولا جور کردن این پول که برات کاری نداشت ببین چما مصطفی شوهر صدیقه یه ماه رفت مکه این طور گذشت خب بعدش هم این رفقات هی می اومدن میگفتن اگر تحریم بشین قرارداد فسک این هم این طور گذشت بعدش هم یه عده نامدتر از خارجی ها اومدن وسط که امروز صبح همشون جا زده من چی کار میتونم بکنم؟ خیلی ضرر کردی. انشاءالله جبران میکنی. ضرر؟ هزار جور شد. چطوری؟ به سخته. آره؟ آره. ببین چما. مول دایه درزشون نمیرن. صبح انشاءالله فردا صبح مصطفی میاد جلسه. خدا رو شکر. تو باید یه کار برم بکنم. چی؟ من یه وکالتنامه دارم دست سعیده فردا من نمیتونم بیام اون میاد تو بذار من امضا کن بابا اینا میخوان خودتو ببینن بابا الان بیام ببینن چرا داری خراب میکنی عزیز دفعه قبلم اومدی خواستی جای مدیر عامل بشینی گفتم نمیشه حالا که دومادت از خانه خدا اومده دیگه چی خرابش نکن دیگه من فردا نمیتونم بیام باید برم پاسگاه چی به چی گرفتارم یحیی بابا ببین هر چقدر پول میخواد بهش میدم دست سرم بردار تو که میگی زن سالمه خب دست پاش شکسته نمرده که زام سرنج خب چی کار کنم تو رو به اون ارواح بابات یه طور ماسمالش کن تا پس فردا پرونده چیه پرونده سازی برای چی کردی داد سره برای چیه؟ بفرمایید
حالا کی میخواد جواب سعیدو بده؟ اصلا نمیدونم چطور سرعت رفت روی 160. بی صاحب اصلا نشون نمیده. خب بابا جان ماشین کورسیه دیگه. خطرناکه، باید عوضش کنیم. ماشین خودتون چی شد؟ خرابه. مصطفی بهتون زنگ زد؟ نمیدونم، حرف زدیم. آره آره، الان مصطفی کجاست؟ رفت تو خونه مامانشینا. برو خونه خودمون. چشم. صدیقه. صدیقه بابا. بابا ماشینم کجاست؟ صدیقه کجاست؟ ماشینم کجاست؟ ازت پرسیدم سی دقیقه کجاست؟ نمیدونم بابا، ماشینم من امشب ماشینم میخوام بابا. چه خبره؟ چی؟ امشب سلامتی. تو باید چند تا میره؟ آروم میرم. ارواح بابات آروم میره. شما چند تا میریم اگه باید؟ 160 تا. 160 تا؟ آدمی که 160 تا میره باید بلد باشه در بره. در میره ها؟ اتفاقا پلاچ تا تک کردن. بیست دو سه مورد هم خلافه داشته. دو سه موردش عدم توجه به اخطار پلیس بود. بابا بگیرن میخوامونن. گرفتن خوابوندن فدا باید به دادگاه. ماشینمو گرفتن؟ اینجوری که ماشینم 45 تو پارکینگ میخوابه که بابا. نگفته صدیقه کجاست. بابا صدیقه تو اتاق مامان داره گریه میکنه. همون دیگه. دختر واسه آدم میمونه. مادر اونجا داره میمیره، بابا اینجا جون میکنه، آقا میخواد بره یلره تلره. آقا سعید، مادر سرطان داره، میدونی یا نه؟ میدونم. آقای پروفسور، ها چه میدونه، بلند شد دورشت نماز بزن به کمرت، براش دعا کن. چی شد؟ نمازم دیر شد. چرا اینقدر به خودتون فشار میارین؟ اون چیه که توی تو هست، توی منم هست، اما تو ما نیست. نقطه. آفره. اون چیه که از چنار بلندتره، از خیار کوتاه‌تره. نخو قرقره. بارکالله. اون چیه که... اون چیه که چی شده شما اینجوری شدید؟ چطوره؟ یه جوری هستین، واسه مامانه؟ دروغ نگین، میدونم واسه مامان نیست. امروز اصلا خوب نبود صدیقه. خیلی وقتی که دیگه خوب نیست. خیلی خوش اومدین. ممنون. چای میخورین آقا جون؟ نه دخترم، هیچی نمیخورم.
زحمت نکش نمیخوام. شربت سکنجبین مصطفی از اصفهان آورده. بفرمایید. به به، دست شما درد نکنه، شیرین کام باشه دخترم. نوشه جان من هم زدم. دوست داری؟ هنوزم گیج میزنه؟ مصطفی؟ آه، از اولش هم گیج بود. تو خونه رابطتون چطوره؟ خوبه؟ آره خوبه. دخترم مراقب شوهرت باش. اگه از زن تو خونه وظایفشو خوب انجام بده، شوهر اشتیاق پیدا میکنه به خونه، زود میاد. چشم. نمیخوری؟ نه عزیزم، خسته هم. خب برین تو اتاق استراحت کن. نه اینجا خوبه، همینجا دراز میکشم. میخوان یه چیزی بندازم؟ نه نه همین خوبه. سلام. چیه؟ تو چرا پیچ پیچ میکنی؟ بابا خوابیده. چطوره؟ خوبه. چطور مگه؟ هیچی، همینجوری. مصطفی اومده؟ بله آقا جون، بیداری؟ آره بابا، یه لیوان آب خودم برای من بیار. چشم. خواب دیدم. خیر باشه انشاءالله. چه بود؟ یادم نمیاد، ترسیدم. آخه سلام. سلام. خوبی؟ کجا بودم؟ بفهم سر. خواهش میکنم. مادرت خوبی؟ سلام رسوندم خدمتتون. شما خوبی؟ تعرف کن بینم. اصفهان؟ اعتماد کردن. قرار شد ما کار رو انجام بدیم. یعنی چه اعتماد کردن؟ مگه مزایده نبود؟ چرا؟ میخوان از مزایده خارج بشن، مستقیم با ما قرارداد ببندن. میگن کار تخصصیه، شما از بقیه بهترید. دانشمون بیشتره؟ حتما. نشسته حرفای گلوم بسلوم بزده. خب وعده باید چی؟ نه نیازی نبود. ببین اینا ماهی میمونن، مواظب باش از دستمون لیز نخوره. صدقی اینو بده آقا جون. یعنی چی؟ دیدی؟ نه. دو روز رفته اصفهان، مخ بابا را طور زده که خود مشاور مدیر کال دادم. آفرین پسر، آفرین. مبارکه. ببین مصطفی، فردا صبح میری بانک پیش آقای فرامرز. زمانت نام آماده است. میری میشینی امضا میکنی. از اونجا میری هتل پیش آقای شعای. اون شده نماینده آلمانی ها. میشینی با آلمانی ها امضا میکنه قرارداد و سلام تمام میشه. ها بگو. نکنیم، اون پروژه خیر نیست، کنسلش کنیم. از اولش هم رو اون زمین اشتباه کردیم. حرفاتو یه نفس بگو ببینم چی میگه. اون جاده رو باید واسه مردم باز بذاریم. اون سوزده نمه نده داشتن اولا. از همون جاده‌ای که داشتن باید یه راه بهشون بدیم. این حرف چی گفته؟ ببین حاج آقا، من فکر میکنم که ما باید تو بی خود فیش میکنه پسر. الان فکر وقت فکر کردن نیست. اون جاده حق و ناسه. چی گفته حق و ناسه؟ بشون بینم. اون جاده حق و ناسه. بشین بابا جان. نسبانی اولو سنی نخچون یخچیده. این چی میگه؟
این باید فردا صبح بره بانک اون ضمانت نامه رو امضا کنه، از اونجا هم بره پیش آلمانیا کار تمام کنه. سلام. باشه بابا جان، شما آروم باشید، عصبانی نشید، من الان میرم باش صحبت میکنم. جوی سن عبرت از جوی ایشی چه مطاب شروع ایشی برمه اون انده جسین چورداسین گوی تاسونه کسونه مصطفا. اون جاده باید باز شه، تو اون زمین نمیشه کاری کرد، دوباره از اول شروع میکنیم، یه جای دیگه اگه خدا بخواد. آه پیادشو با هم بریم، خیالات برات نداره، اون مسجد چه تو رفتی من سال 60 رفتم، وقتی که من صدا میزنم میگن حاجی هیچ چش توپه توش نیست، وقتی که تو را صدا میکنن اول مزمزه میکنن بگن حاجی یا نه. پس واسه من جانماز آب نشش. واسه چی میخنده؟ نخندیدم. داره میخنده؟ من دارم میخندم؟ نه آقا جون، وقتی ناراحت میشه لباش اینجوری میشه. ویروس نامردی اومده؟ این بوز رفقای سرمایه گذارت همشون دست از همه زازدن، پس این مرادی نامردن به ساز تو میرکسی. الحمدلله از این داماد جده ها نبوده، پول خودت اختیاردارشه. بذار این معذرت جلو بره، با همدیگه میشینیم حرف میزنیم. اگر تو ثابت کرد اون جاده حق و ناسه گراده فسک، نه من ثابت کردم، بعد از این حرف حرف من میشه. شما زمینای اطراف جاده گونی رو خریدین، جاده حق مردمه. بابا اته بو نشد دانشستان. نه بابا جون عصبانی نیستم، باشه مواظبم، اگر میموندم کار خراب میشد، حالا تو باید هر طور شده راضیش کنی که بره. ببین سیدی گزام، این قرارداد برای ما حیاتیه دخترم، هر طور شده راضیش کن بره، حتی به تهدیدم باید بره. کجا بودی؟ از صبح تا حالا 10 مرتبه گرفتمت. بیام تو. فکر کردم برای منیجر اتفاقی افتاده. نه بابا گرفتار بوده. بدونم. خوبی تو؟ بیا بشم پسرم. سلام کردی به بابا؟ بیا. ممنون بابا. چشم بودمت برم. عزیز تو چته؟ سرم کش میره. صبح رفتیم زمین، مردم ریخته بودن روی جاده دروازه نذاریم. غفور رفت سر گوش آب بده، زدن ناکارش کردن. خواستیم برگردیم توی جاده، با یه خانم تصادف کردم، راه نایستادم اومدم. یحیی گفت چیزیش نشده، دست پا شکسته. مراد راه نمی اومد، پشتش باد خورده، چشیدی طرف مصطفی. به زور تهدید رازش کردن، رئیس بانک ضمانت نامه نمیداد، با پارتی درستش کردن. نفهمیدم چی شد، سرعتم رفت روی 160. پلیس ماشین سعید رو خوابوند. رفتیم خونه سید دیگه با مصطفی خستگی در کنیم، رفت روی مغزم، پا
پروژه رو باید تعطیل کنیم. حالا اومدم اینجا تو به امی شوهرت که 3 سال پیش مرده بود حالا برگشته، شاید فردا به هم بگه میرم. برو، میخوام تنها بمونم، برو. آقای مهندس اینجا صحرای محشره، نیستی ببینی چه خبره که جناب سرهنگ اومده با آرومی داره مردم متفرق میکنه. بله بله آقا پرویزم اینجاست. گوشی؟ سلام. سلام آقا مصطفی. خوب نیستی ببینی چه خبره اینجا؟ اون جاده ایشالله باز میشه، جاده گوانی رو خودت آباد میکنه دکتر، فقط مراقب باش برای کسی درد سر نشه. باید با عزیز صحبت کنی، من که کاره ای نیستم. خداحافظ. خراب شده؟ شما تنهایی؟ بله. بیمار امروزتون نیست؟ نه. کسی میاد دنبالتون؟ چطور این جاده آسفالت نیست؟ جاده اصلی آسفالته، این جاده میانباره. خب از جاده اصلی میرفتیم. ایران نزدیکتره، دیگه گفتم از این ور بریم. ماشینو به امون خدا رها کردین دیگه نه؟ به درد کسی نمیخوره، میارنش.
کمک میخواین؟ زحمت نمیشه براتون؟ خواهش میکنم. ممنون. این آقا کی بود؟ قاسم، الان میاد. نه، رفت اون بدی. این بچه رو میبرید تو، سرده. بیایید این روپوشو باید بپوشید. مادر. سلام. سلام آقا. کمکی نمیخوای؟ نه مادر، تو نگاه کن. اینجا برای نگه داشتن بچه ها مناسبه؟ بازم ماشین اون گذاش وسط جاده؟ بله. نه نه نه، جلو نیا، لگدشون میکنی. زمستون اومد لب بوم، گفت سلام علیک بره. شما هنوز نرفتی؟ نه اینا رو گفتم اینا رو جمع کنم. زحمتتون میشه. خواهش میکنم. خانم رفت چیز بیاره، جارو بیاره. بله. یواش، میخوای بیدارشون کنی؟ نه. خب تنگینه. خب بگو یکی کمکت کنه. کی؟ من کمک میکنم. بیا. میتونی؟ آره آره بیا. زحمتتون میشه. نه خواهش میکنم. ها؟ مانم من کرده بود اینجا. بلندش کن خان. من بلند کردم، این یارو میکشه. وای ببخشید. اشکالی نداره. زشتیست بگی یارو؟ نه. اشکالی نداره خانم. بلند کن، بلند کن بازم. بلند. بله. 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 یکیشون که گریه کنه صدای بقیهشون هم در میاد. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. قاسم جان، مادر، قاسمم، کجای مادر؟ خانم. قاسم، قاسم، قاسمی. خانم. آی، قاسم. قاسم، قاسم جان. آی قاسم، قاسم، قاسمی. فکر کنم پایینه مادر جان. صداش کن بیاد بالا، آب تموم شده. ببینم تا
تو میتونی بیاری پسرم؟ از کجا؟ از همین آبگیر تو حیاط. باشه. دستت درد نکنه. آقا قاسم. قاسم. سفت بگیر مات ولش کن. از من خوشش نمیاد. نه دوروبر دختر زیاد بچه. یعنی چی؟ خوشش نمیاد. من اگه به دختر کمک میکنم. میدونم مادر. میخوام به خودش بگم. نه نمیفهمه، قهر میکنه میره. بزرگ که میشن همشون میرن، فقط همین دوتا موندن. قاسم همین دوتا سطل بس بود؟ من پام درد میکنه. یعنی چی؟ من برم بیارم؟ این بره بیاره، برو بیار دیگه. زشته، مهمون بره بیاره. اشکالی نداره خانم، من میرم بیارم. اشکال نداره، مهمون حبیب خدا سراب بیاره. اشکال نداره، اشکال نداره، اشکال نداره، اشکال نداره. مهمون حبیب خدا سراب بیاره. میخوای یاد بگیری قاسم جان. بعد دیگه روپوشه تو در بیار. خسته ای؟ نه توش دارچین ریختم. دوست داری؟ بله. خرج اینجا شما میدی؟ اون پولک ها و منجوها؟ نه اونا مال دختره. اگر کسی بخواد میتونه کمک بکنه. منظورم کمک مالیه. میخوای کمک کنی؟ شما اینجا این؟ آره این بچه گریه میکرد، اومدم ساکتش کنم. میخوای
میخواییم بدینش به من؟ بیه برو برو اگه خوشتون میاد بمونید اینا رو نگاه کنید. دوست دارید؟ خیلی قشنگه. خوش سلیقه ای. باز خانم صدا میزنه. کجاست؟ فکر کنم پشت ساختمونه. زحمت نشه براتون. نه زحمتی نیست. آقا قاسم ناراحت شد؟ نه نه مهم نیست. آی قاسم قاسم قاسمی زر اومدی قرمه سبزی قاسم جان ما... یه دفعه چه بارونی گرفت هوای اینجا همینطوره یه دفعه میزنه زیر گریه قاسمو صدا میکردین؟ این آقا قاسم ما اندک مندک چغندر زردک اینجوری نگاش نکنی ها چی کارش داشتین؟ میخواستم بگم نفت بیاره مادر خب من میارم کجاست؟ دستت درد نکنه همین کنار ببرش تو آشپزخونه پیرشی مادر تا یه ساعت دیگه ونگ ونگ همه شون در میاد اگه میدونستید انقدر اذیت میشید عمرن کمکم نمیکردید نه؟ نهارشون بخوره و میره بده من خانم چرا نمیشینی؟ پوشه بار میاره قاسم میاره خوبه این خوبه قربونیه قربونی کرده دارم میبینم قاسم قربونی کرد قربونی قبول باشه قربونی کرد خیر ببینی ان شاء الله قربونی کرده شکم به شیردونشو میخواد شکم به شیردونشو میخواد شکم به شیردون بده مادر شکم به شیردون بریز شکم به شیردون بریز شکم به شیردون کله پاچش هم مال خودش کله پاچش مال خودش کله پاچش مال خودش قربونی قربونی شیرین ناز
قلیون زرد گلگلی مهمون داریم نجف گلی قلیون زرد گلگلی مهمون داریم نجف گلی این درو کن سلیمون اون درو کن سلیمون قولی رو بیان تو پیمون مهمون داریم فرامون این درو خانم خیلی خوشحاله. بازم اینجا میای؟ اگه کسی بخواد میتونه یکی از بچه‌ها رو ببره؟ آقا. آج آقا. خدا قبول کنی. قسمت کردم به چند تا از همسایه‌هام دادم. شما اهل اینجایی؟ اهل همینجا. لهجه‌تون به اینجایی ها نمیخوره. آدم هر کجا که اهلی بشه، اهل همونجاست. تو اهل کجایی؟ تهرون؟ من هنوز اهلی نشدم. قاسم! بلشون کن. الکی خوشن دیگه. همه آبا رو ریختن تو راه رو. اب نداره. میخوایم زمین رو بشوریم. الو سلام از قم رد شدم الو نه عرض کردم از قم رد شدم برسم تهران میرم خونه باش آقا منتظرم خداحافظ
الو دکتر ولی بیگی؟ آقا پرویز شمایی؟ چی شده؟ آقا پرویز کجاست؟ اگه بیشتر شد زنگ بزنید براتون بفرستم. مطمئنی زن ضربه مغزی نشده؟ دکترها که میگن نشده. حالا اوضاع چطوره؟ جاده رو بستیم دیگه. کسی از اینجا رد نمیشه که. گفتیم یه کاری کرده باشیم دیگه. پاسکا چی میگه؟ میگه عزیز خان فردا صبح میاد. میاد؟ او چی میدی؟ نمیدونم. خوبه؟ مثل گلابه ولی گلاب نیست. سلام. وای چقدر خوب شد اومدی. واسه چی؟ مگه طوری شده؟ نمیدونم احساس میکرم یه صدایی تو خونه میاد. یه صداهایی؟ آره تو بودی. آره من بودم. مصطفی بوی چی میدی؟ نمیدونم. خوبه؟ آره خوبه. چرا انقدر دیر اومدی؟ چی شد؟ چرا مثل روح این ور اون ور میری؟ میخوای یه زنگوله بخر ببندم به پام ها؟ خب نگفتی لباست بوی چی میده؟ بوی هله؟ نمیدونم. مامانت زنگ زد. خب زنگ زد میگه براتون نظری آوردن.
خواب نبودم، اما بیدارم نبودم. دیدم یه آقای غریبه اومد کنارم. گفت پسرت از گوشت قربونی برات آورد. گفتم پسرم از مکه برام گوشت قربونی بیاره. گفت به عروست بگو برات میاره. سلام. چیه؟ چرا پچ پچ میکنی؟ بابا خوابیده. چطوره؟ خوبه. چطور مگه؟ هیچی، همینجوری. سلام. سلام. خوبی؟ بفرمایید، خواهش میکنم. کجا بودی پسر؟ مادرت خوبه؟ سلام، رسوندم خدمتتون. شما خوبین؟ خب، تعریف کن ببینم. اصفهان؟ اعتماد کردن. قرار شد ما کارو انجام بدیم. یعنی چه اعتماد کردن؟ مگه مزایده نبود؟ چرا؟ میخوان از مزایده خارج بشن، مستقیما با ما قرارداد ببندن. میگن کار تخصصیه، شما از بقیه بهتری. دانشمون بهتره. حتما. ببین صدیقه، رفتیم نشسته حرفای گلوم مسلوم بزد. خب، وعده وعد چی؟ نه، نیازی نبود. ببین مصطفی، اونا مثل ماهی میمونن. مواظب باش از دستمون سر نخورن بیافتن زمین. به صدیقه اینو بده آقا جون. یعنی چی؟ دیدی؟ نه. دو روز رفته اصفهان، موخی بابا را طور خورد که خوش به مشاور مدیر کل دادم بهش. آفرین پسر. تبریک میگم بهت. مصطفی، فردا صبح میری بانج پیش آقای فرامرز. میری پیشش ضمانت نامه را امضا میکنی. از اونجا میری پیش شعای. شعای شده نماینده آلمانیا. با اونم قرارداد تمام میکنه و سلام. ها، نمیدونم بالا چی بگم. بگو. نکنیم.
اون پروژه خیر نیست. کنسلش کنیم. ما از اولش هم رو اون زمین اشتباه کردیم. تو چی میگی؟ یه نفس حرفتو بزن ببینم چی میگی تو. باید جاده رو برای مردم باز بذاریم. بو سوز دینه من نداشتن اوما. بالاخره از اون جاده‌ای که داشتن باید یه راهی بهشون بدیم. چی گفتی بهت؟ ها؟ من فکر میکنم که ما باید تو بیخود تش میکنه. پسر، الان وقت فکر کردن نیست. حق با ناساخه. ها؟ چی گفتی حق با ناساخه؟ بشون میدن؟ بشین! بابا جان نصبانی اولو. سن این اخچون یخ چیدن. این چی میگی؟ صدیقه؟ اون باید فردا صبح بره بانک، اون زمانت نامه را امضا کنه، از اونجا هم بره پیشش و آیه قرارداد تمام کنه و سلام. خیلی خوب باشه بابا جان. شما حرف نزنید، آروم باشین، من الان میرم باش صحبت میکنم. مصطفی اون جاده باید باز شه. تو اون زمین نمیشه کاری کرد. دوباره از اول شروع میکنیم. یه جای دیگه اگه خدا بخواد. ها پیادهشو با هم بریم. ببین خیالات برات نداره. اون مکه‌ای که تو رفتی من سال 60 رفتم. وقتی که من صدا میکنن میگن حاجی. هیچ شک شوبه هم توش نیست. ولی وقتی که تو را صدا میکنن اول مزمزه میکنن بگن حاجی یا نه. این ازه. پس واسه من جانماز آب نکش. واسه چی میخنده؟ نخندیدم. داری میخنده؟ من دارم میخندم؟ نه آقا جون، وقتی ناراحت میشه لباش اینجوری میشه. ویروس نامردی اومده؟ این بوز رفقای سرمایه گذارت همشون دست از همه زازده. پس این مرادی نامردم به ساز تو میرکسی. الحمدلله از این داماد جداها نبوده. پول خودت اختیاردارشه. بذار این ماجرات جلو بره. با هم دیگه میشینیم حرف میزنیم. اگه تو ثابت کرد اونجا ده حق ناسه قرارداد فسک. نه من ثابت کردم بعد از این حرف من میشه. شما زمینای اطراف جاده گونی رو خریدین. جاده حق مردمه. بابا اته اون نشد دانشستان. بابام داشت سکته میکرد. حالا کجا رفت؟ من چه میدونم، حتما پیش نازنین دیگه. خوب میشه. مصطفی برو امضا کن، این بچه بازی ها رو در نیار. داره اشتباه میکنه. اون حق و ناسه. بابا اون خودش بهتر این چیزا رو میدونه. دونستن که کافی نیست. اون باید عمل کنه. گناهش به پای خودش نوشته میشه. من دارم امضاش میکنم. وای من نمیدونم اگر این حق مردم بود چرا دادگاه به نفع بابا رای داد؟ برای اینکه بابا سندسازی کرده. وای باباست. الو بابا جان، تو رو خدا اینقدر عصبی نباش. خب پس چرا اینجوری رفتی بیرون؟ بله چشم، خداحافظ. من نمیدونم این زمین چه اهمیتی داره. اونجا حق مردم اونجاست صدیقه. خیلی خوب، باشه، ولی وضعیت بابا رو ببین، بابا همش نگران مامانه. پاشو به مادرت زنگ بزن. پاشو. دکترها گفتن سرطان نیست.
پس بلند شو برو به بابات خبر بده. امروز صبح تو جاده یه زن نوزادی رو با آمبولانس میبرد، ماشینش خراب شد، کمکش کردم، بچه رو بردیم تا یه جایی یه جایی که